مهمان من در سالهای آخر دهه 40 شمسی الگوی جوانهای آرمانگرا و انقلابی در ایران بود. او یکی از بنیانگذاران سازمان شریک‌های فدایی خلق است که اعضایش در اوایل سالهای 50 شمسی به امید تهییج مردم به شورش انقلابی علیه حکومت شاه دست به جنگ چریکی می‌زدند. او که حالا عمرش از 60 گذشته، نظر متفاوتی به تحولات اجتماعی دارد. فرخ نگهدار، عضو شورای مرکزی سازمان فداییان خلق اکثریت، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. آقای نگهدار، شما از چریک فدایی تا سوسیال دموکرات امروزی راه خیلی درازی طی کردید. چه چیز سبب شد که نظرتون عوض کنه؟ 19 بهمن 1346 بود. من را دستگیر کردند. به زندان قزلقله بردند. به اتهام عضویت در یک گروهی که میخواست مبارزه مسلحانه را در ایران رایج بکنه. بیژن جزنی هم رهبر گروه بود. وقتی من به سلول بردند، اولین بار که برای دستشویی رفتم بیرون، بالای دستشویی حک کرده بودند شعری رو که تا امروز هر روز نه ولی بسیار به یاد من میاد. و اون شعر حافظه که گفت: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. این بیت اونجا نوشته شده بود و خیلی تأثیر کرد رو ذهن من. از همون آغاز بدیهایی رو میدیدم که سر ناسازگاری با زندگی دارند، با عشق ورزیدن دارند، و در دوران ما بسیار سخت بود حرف زدن و گفتن. اون موقع دانشجوی دانشکده فنی بودم، 21 سال داشتم که به زندان رفتم. 10 سال هم در زندان بودم، حدوداً دوبار. این که بخوام جواب سوال شما رو پس از این شعر بدم، چیزی در حدود 40 و چند سال رو در بر میگیره و مجموعه حقایقی که در این دوران گام به گام بر ذهن من تأثیر گذاشت، مرا به این نتیجه رسوند که حل مشکلات و مسائل اجتماعی بیش از اون چه که از طریق رویارویی، از طریق ستیز و از طریق ضدیت با عشق ورزیدن حل و فصل بشه و راهی برای گشایش پیدا بکنه، از طریق همدردی، همفکری و به فکر طرف مقابل هم پرداختن حل میشه. در دوران نقطه چرخش، در نقطه چرخش اصلی در سیاست، نه در احساس، در احساس از همون اول هم در وجود من بود، ولی در سیاست نقطه اصلی چرخش زمانی پیش آمد که انقلاب شد و موجی از توده مردم که ما تا اون زمان عاشقانه در راهشون و اسم خلق هم روی خودمون گذاشتیم، چدی که فدایی خلق خودمون رو نامیدیم، به میدون آمدند با شور و هیجان بسیار. ولی اونها اون رابطه ای رو که ما تصور میکردیم قرار با فدائیان خودشون برقرار بکنن، برقرار نکردند. واقعیت این در واقع شما بیگانه بودین با اون توده ای که به نامش داشتین مبارزه میکردین. شاید بیگانه خیلی لغت تندی باشه، جدا بودیم، توی دو عالم متفاوت سیر میکردیم. ما با اونها خودمون رو بیگانه نمیدیدیم، ولی اونها به شدت ما رو شاید. حالا یه چیز جالب، شما یک تضاد اینجا من میبینم سر این مسئله که شما میگید وقتی زندان رفتین اون شعر حافظ که به هر حال جلوی عشق و بحث عشق ورزیدن و به اصطلاح ملالت کشیدن ولی عشق ورزیدن بود، این با روش و منشی که بعدا شما انتخاب کردین برای مبارزتون کاملا متضاده. شما در واقع عملا آدم میکشتین. قبول دارم حرف شما رو،
وقتی رنج ها در زندگی اونقدر انباشته بشه، چشم دیدن طرف مقابل و دیدن طرحهایی که میتونه همراه با عشق ورزیدن باشه بسیار بسته میشه. آقای فانی، ما در دورانی زندگی میکردیم که گفتم در اول سخنمون، حرف زدن ممنوع بود و این جنبش دانشجویی رو یک پارچه، نه مثل امروز که چند پارچه هر کدوم به راه خودشون میرن یا دههای بعد، یک پارچه در فضایی درست کرده بود در مخالفت با رژیم شاه و در مخالفت با اون رعبی که در وجود دانشجوها، در وجود همه جامعه ریشه دونده بود. من میتونم بگم شرایطی که بر ما تحمیل شد و به اضافه شرایط جهانی که توأم با جنگ سرد بود، خیلی منفذ کوچکی برای دیدن اون شعر حافظ و پیامی که درش هست، به خصوص دیده نیالودن به بد دیدن باقی میگذاشت. ولی خب حالا در اون مقطع تاریخی در ایران این آرمانگرایی در بین جوانها خیلی رشد کرده بود که شما هم نمونش هستید. چه چیزی سبب شده بود؟ حالا به جز اون چیزایی که شما میگین که وضع ناهنجاری که و عدم آزادی که در جامعه وجود داشت اینا، برای اینکه خب خیلی هم نکشون به این راه چریکی، ولی خیلی های دیگر هم مثل شما کشون، یعنی این آرمانگرت کجا اومده بود؟ منشأش چی بود؟ اولا در این مورد که آیا کسانی رو کشوند یا نکشوند، چریک های فدایی در اون دوران یک الگوی زیستن برای همه جوان ها بودند. یعنی مردم در کوچه و بازار وقتی که اسم چریک رو میشنیدند، به هیچ وجه اون حس جدایی یا حس نفرت یا حس بدی نسبت به اونها نداشتند. تا حتی تمام روشنفکران ایران، تمام شعر ایران، هنر ایران در اون دوران آمیخته است با ستایش از این حرکتی که چریکا داشتند. ولی اینکه از من میپرسید که چطور شد که به آدم کشی روی آوردند، من این واژه رو مناسب نمیبینم برای بیان اونها. قبل از هر چیز در وجود چریک های فدای خلق، همونجوری که از نامشون پیداست، جانبازی در راه خلق شعار اول بود، نه کشتار دشمنان. حتی در فرهنگ هایی که چیزهایی که در فرهنگ فدایان برجسته است، شما نگاه بکنید میبینید توجیه ایدئولوژیک برای قتل ندارند. اونها تحلیل میکنند و بیژن جزنی هم بسیار در این باره راهنمای ما بود که به این دلیل که استبداد در کشور ما حاکمه و راهی برای گفتن و مبارزه مسالمت آمیز وجود نداره، ما دست به اسلحه میبریم برای اینکه صدای خودمون رو به گوش مردم برسونیم. ولی به هر حال شما آقای نگهدار الان مدت هاست که دیگه این شیوه رو کنار گذاشتین و الان دقیقاً به چه اعتقاد دارید؟ یعنی تحول اجتماعی از نظر شما باز چطوری صورت بگیره؟ درست نقطه مقابل اون راه حل هایی که در دهه 40 و 50 مورد پذیرش ما بود. ما در اون زمان دنیا رو به خوب و بد و جامعه رو به بد و خوب تقسیم می‌کردیم و تشدید ستیز میان این دو قطب رو راه حل مشکلات اجتماعی می‌دیدیم. امروز من فکر میکنم و این هم شاید در 20 ساله گذشته به تدریج در من گسترش یافته، پرورده شده این فکر، که از راه تعامل با یکدیگر، از طریق گفتگوی با یکدیگر، از طریق بالا بردن فهم متقابل و به خصوص از همه مهمتر از طریق ریختن ترس مردم از حکومت و ترس حکومت از مردم، میتوان به راه حل های ستایش انگیزی که دوست داشتن، آرام زندگی کردن و عشق ورزیدن رو همراه داشته باشه دسترسی پیدا کنه. حالا منتقدین شما میگن که علت تغییر منش و روش شما و کنده شدن از روش چریکی در واقع تأثیری بود که حزب توده ایران بر شما داشته و شما در واقع مجری تصمیمات و منویات رهبران حزب توده بودین که سازمان چریکای فدایی خلق رو از اون مسیر بکنین و به طرف حزب توده ببرین. اگر یک همچین امتیازی شما به رهبران حزب توده ایران بدید، فکر میکنم که خیلی خوشحال بشند. ولی در مراحل بعد از
فروپاشی اتحاد شوروی بسیاری از کسانی که همون طرز فکر رو داشتند و امروز هم رهبران حزب توده ایران رو تشکیل میدند یک شکاف یا یک تفاوت نظر جدی در روش هایی که من میپسندم و روش هایی که خودشون میبینند پیدا کردند، دیدند. یک عبور بود برای ما، برای جنبش فدایان خلق یک عبور بود. حزب توده ایران در اون زمان از مبارزه سیاسی حمایت میکرد و ما از مبارزه مسلحانه، و این جدل اصلی بود. وقتی که ما از مبارزه مسلحانه دست برداشتیم، تمام جامعه اینجور فهمید که ما نزدیک شدیم به حزب توده ایران. دوم، وقتی که ما سوسیالیسم جهانی پذیرفتیم، من فکر میکنم شما همه واقعیات رو نمیگین. واقعیت اونطوری که به هر حال خیلی از منتقدین شما، اگه جمله‌مو تمام میکردم شاید حالا اجازه بدید من این سوالمو بکنم. و این که شخص شما آقای فرخ نگهدار در این به اصطلاح تغییر روش و منش سازمان شریکای فدایی و بردنش به طرف حزب توده نقش خیلی فعالی داشتین، شما منکر این هستین که حزب توده نقشی داشت در این به اصطلاح تحول؟ به هیچ وجه. داشتم میگفتم، گفتم اگر جمله‌مو تمام میکردم شاید مسئله حل میشد. حزب توده ایران روش مسالمت‌آمیز داشت. حزب توده ایران جنبش جهانی کمونیستی و کارگری رو میپذیرفت و ما به تدریج فهمیدیم تحت تأثیر ادبیات حزب توده ایران، درست میگید شما، پذیرفتیم که روش مسالمت آمیز روش درستی است و جهان به دو قطب امپریالیسم و سوسیالیسم تقسیم شده و ما باید در مقابل امپریالیسم که انقلاب ایران هم همراهش بود، همراه با سوسیالیسم بجنگیم. این دو نتیجه گیری اصلی تأثیر حزب توده ایران بود بر ما. ولی بعد از گام های بعدی حزب توده ایران تفکر غالب بر اون در همون جا موند و هنوز هم فروپاشی اتحاد شوروی رو توطئه‌ای که از غرب صادر شده یا خیانت گارباچوف ارزیابی میکنند. شما میدونید این رو. و ما معتقدیم که اون ساختار و اون روش اداره جامعه درست نبود، قطعا فرو میپاشید، حالا یا توطئه غرب بوده یا نبوده، ولی این عیب از درون خود سیستم. خب، ولی شما حالا نه تنها از اون به اصطلاح روش مبارزه کنده شدین و جدا شدین، بلکه اصولا دیگه اعتقادی به مارکسیسم لنینیسم و اصلا این ایدئولوژی انقلابی ندارین. کاملا درسته. چرا؟ به خاطر اینکه مارکسیسم نه در سخن مارکس و در شخصیت مارکس، بلکه در اون جنبشی که پرورد و بعد هم تئوری انقلاب کارگری رو درست کرد، نتیجهش این میشد که ما یک اقتصاد دولتی و یک دولت تک حزبی داشته باشیم. این سیستم کار نمیکنه. این سیستم کار نکرد. من خودم در اتحاد شوروی زندگی کردم و به چشم خودم دیدم این فروپاشی رو. در سخن قبلی هم گفتم اصلا توطئه غرب یا فشار جهانی یا اینا تعیین کننده بود. مکانیزم های درونی، مدلی که ما برای گردانش جامعه در نظر می گرفتیم که مبتنی بر اقتصاد دولتی و دولت تک حزبی بود، جواب نمیداد. واقعیات من رو به این نتیجه رسوند که باید آزادی، دموکراسی همراه با جامعه گرایی و سوسیالیسم رو بپذیریم و این الگویی است که در اروپا پذیرفته شده، مدت ها هم تجربه شده و برای ما، فکر می کنم از برای تمام جهان، مدلی که هم توجه به مطالبات اجتماعی داشته باشه و هم توجه به آزادی فردی داشته باشه بهترین راه حل است، یا ممکن ترین راه حل. ولی شما عضو شورای مرکزی سازمان فدایان خلق اکثریتین، در واقع عضو رهبریش هستید، آیا این نظر شما در اونجا غالبه یا اینکه کماکان در سازمان شما به یک نوع مارکسیسم اعتقاد داره؟ در سازمان ما اعتقاد به مارکسیسم لنینیسم هم وجود داره و عدم اعتقاد به سوسیالیسم هم وجود داره. سازمان اکثریت یک سازمانی است که بر اساس یک پیشینه تاریخی و بر اساس یک ضوابط سیاسی و بر اساس یک ضوابط تشکیلاتی اداره میشه. در اونجا مدت هاست، شاید از کنگره اول به این سو، یک وحدت نظری که یک فکر رو بخواد به تمام سازمان تسری بده دیگه وجود نداره. من جزو کسانی هستم که با تمایلات سوسیال دموکراتیک نزدیکی بسیار دارن و اون رو تعیین میکنن. برخی هم میگن سوسیالیسم دموکراتیک، ولی به نظر من تفاوتش کمه. شما به سوسیالیسم اعتقاد ندارین؟ من به سوسیالیسم به مثابه یک مکتب، به مثابه یک نگاه به جامعه اعتقاد دارم و فکر میکنم لیبرالیسم به معنای آزادی مطلق فرد
فرد، تأکید مطلق بر آزادی فرد پاسخگوی مسائل جامعه نیست. تحولاتی هم اتفاقا که آقای فانی در این دوران در بحران اقتصادی پیش آمده نشون داده که بازار و آزادی مطلق پاسخگو نیست و همگرایی، جمعگرایی، توجه عمومی و نقش دولت در جامعه پسندیده است و باید حتما حفظ بشه. کنترل اجتماعی باید حتما وجود داشته باشه. اینا ایده‌هایی هست که سوسیالیستی هست، بی کم و کاست. ولی خیلی در داخل سازمان شما هنوز اعتقاد دارن که به صورت این سازمان از اصل یک سازمان چپ بوده و کماکان بایستی یک سازمان چپ مارکسیستی باقی بمونه و در اون مسیر در جهت احقاق حقوق زحمتکشان اونطور که ایدئولوژی چپ مارکسیستی هست فعالیت بکنه. و حتی در کنگره اخیرتون هم افرادی از داخل ایران از هوادارتون نامه نوشتن به کنگرتون که به هر حال این مسیر مسیر درسته و شما دارین بیراهه میرید. خب در این شرایط شما که افرادی مثل شما که همچنان عقیده ای دارین که دیگه هیچ اعتقادی به مارکسیسم ندارین، به مارکسیسم لنینیسم ندارین، به شیوه مبارزه به اون شکل ندارین، چه اصراری دارین که در این سازمان بمونید؟ این کلمه هیچ رو اگر شما بردارید ما میتونیم یکم به هم نزدیک بشیم. اینجور نیست. من در سخن قبلی خودم هم گفتم که مارکس دستاوردهای بسیار مهمی برای جامعه ما داشت. مارکسیسم مکتبی است که تا ابد هم خواهد ماند، حرفی برای گفتن داره، همونجوری که سایر مکاتب دیگه دارند. من بخشی از وجود هم مارکسیست هست، این رو تاکید میکنم. و شما الان گفتین که نیستین. نه، بخشی از ایده‌هایی که اونها گفتن. ببینید وقتی شما میگید سوسیال و دموکراسی، دارید دو ایده متفاوت رو که یکی بر شخصیت فرد و آزادی فرد تاکید میکنه، یکی بر کنترل اجتماعی و جمعگرایی تاکید میکنه، با هم جمع میزنید. بنابراین بخشی از وجود شما لیبرال هست. من میگویم، تاکید میکنم، بخشی از وجود من لیبرال هست، بخشش هم مارکسیست هست. این دوتا با هم تضاد نداره. شما میتونید و تجربه اجتماعی هم نشون داده که میتونید این رو با هم جمع بزنید. اگر اون دوستان ما یک نامه می نویسند یا تقاضا می کنند که سازمان ما برگرده به همون ایده های مارکسیستی لنینیستی، من با اونها جدل خواهم کرد، بحث خواهم کرد که دنیا تجربه کرده اون راه حل ها رو. ما در سازمان خودمون تجربه کردیم، نه به هم به دلایل مشکلاتی که استبدادی که در درون سازمان درست میکنه، یکم چون طرز فکری، هم به دلیل استبدادی که در جامعه درست میکنه، هم به دلیل اینکه پاسخ های اجتماعی و اقتصادی مثبتی، دستاورد های مثبتی نداشته. اون راه حل‌های شما صحیح نیست. این رو از طریق بحث و گفتگو باید ادامه بدیم. خب شما در این حال در اتحاد جمهوری خواهان هم فعال هستید و به اصطلاح بخشی از رهبری اون جریان هم هستید. اون یک تشکیلاتی بود که به هر حال تلاشش این بود که ده زیادی از طیف‌های مختلف رو حول محور جمهوریت جمع بکنه و به عنوان خودش رو به عنوان یک آلترناتیو در مقابل نظام جمهوری اسلامی علم بکنه و عملا الان دیگه فعالیتی نداره، یعنی این راه به جایی نبرد. نه، اینجور نیست که فعالیت نداشته باشه. قصد اتحاد جمهوری خواهان ایران این بوده که بگوید برای جامعه ما راهی بجز حکومت دینی و حکومت پادشاهی وجود داره، حکومت سلطنتی وجود داره و بر این ایده خودش هم ایستاده، با بیانیه ها، با اعلام موضع ها و اعلام نظرها، با تحلیل هایی که ارائه میده سعی میکنه که بگه راه جامعه ما راه جمهوریت هست، اتکای به جمهوریت هست، انتخابات آزاد هست و شعار مرکزش هم انتخابات آزاده. در درون در دوره های اخیر هم یک برنامه انتخاباتی ارائه داده که خواست ها و مطالبات خودش رو در جامعه عرضه کرده و این برنامه بسیار شباهت داره با برنامه گفتمان مطالبه محوری که در داخل کشور انتشار یافته. مبادلات فکری، سیاسی و گفتگو میان این دو گرایش ادامه داره و گرچه در این دوره انتخابات ممکنه ما به ثمر ننشینه تلاش هامون، ولی در دوره بعد امیدواریم که با تمرکز این دو نیرو در داخل کشور و خارج کشور موفق بشیم یک گرایشی که به حکومت دینی و استبداد دینی نمیگوید و راه حل مسالمت‌آمیز انتخابات آزاد رو در مرکز قرار میده بتونه برآمد جدی سیاسی داشته باشه. خب حالا یک اتهام دیگه یا انتقاد دیگه ای که شما میکنن این که شما در بس هم مقامتون رو گذاشتین سر این که دفاع از اصلاح طلبها در داخل ایران بکنین و تمام مسیر تحول رو
در بس گذاشتین در اختیار اصلاح طلب در داخل ایران و نوع تحولی که اونها خواهانش هستند و از خودتون یک استقلال رأی رو در واقع گذاشتین کنار، هم از طرف مثلا ایدئولوژی گذشته و سازمانیتون و هم به اصطلاح مجموعه جریانات چپ. این حمایت یا دفاع از اصلاح طلبان به نظر من واژه دقیقی نیست. باید ما دفاع از اصلاح طلبی رو به کار ببریم، به این دلیل که من خودم رو اصلاح طلب میدونم و تمام اتحاد جمهوری خواهان و بخش عمده نیروهای متشکل در سازمان اکثریت رو اصلاح طلب میشناسم. اینها همه دفاع از خودشون میکنند. اگر ما دفاع از اصلاح طلبی رو پیشه کردیم، این به دلیل مصائب، به دلیل ناکارآمدی و به دلیل رنج‌هایی است که راه حل دیگر که انقلاب باشه، که خشونت باشه، پیش روی ما قرار داده. ما تجربه کردیم و آموختیم که راه حل دیگری بجز اصلاح طلبی، تغییرات تدریجی به شیوه مسالمت‌آمیز در جامعه، نه تنها در جامعه ما بلکه در جهان امروز کارکرد نداره. خب حالا اونهایی که مخالف این نظر شما و نظر اتحاد جمهوری خواهان و نظر به قول شما اکثریت سازمان فدایان هستن، اینه که اصلاح طلبی امتحانش رو پس داد. در دو دوره آقای خاتمی رهبر این اصلاح طلبی در داخل ایران بودن ولی عملا به هیچ جا نرسیدن، یعنی عملا کارشکنی ها یا نخواستن ها بالاخره این جنبش اصلاح طلبی ایران به نتیجه نرسوند. در نتیجه گیری که این مخالفان میکنن اینه که اصولا اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نیست. اولا این نتیجه گیری که اینها کردند که بعد از 8 سال حکومت آقای خاتمی هیچ تحولی رخ نداد و راه ایران از اصلاح طلبی نمیگذره، نتیجه گیری نیست که در بعد از این 8 سال اتفاق افتاده باشه. از همان روز تأسیس جمهوری اسلامی ایران دو نظر وجود داشته، یکی اصلاحات تدریجی در درون همین سیستمی که با فشار مردم با انقلاب بهمن به حکومت رسیده و یکی دیگه نه، این تلاش ها فایده نداره، ما باید رژیم رو عوض بکنیم، برداریم این حکومت رو مثل همون انقلابی که کردیم، و اون راه هم الان 30 سال ازش گذشته و پاسخ نداده. اصلاح طلبان من جمله من با قدرت میتونند از این تحولی که در جامعه ما، گشایش فضای سیاسی که در جامعه ما بعد از خشونت دهه 60 در حال گسترش بوده و در حال گسترش هم است، علارغم تمام فشارهایی که در دوره 4 ساله اخیر متحمل شده، باز هم صدا داره و باز هم روزنامه داره و باز هم گفتگو داره و باز هم حرفی برای شنیدن داره. و استقبال از آقای خاتمی رو در همون چند روزه‌ای که در میان بود شما دیدید و استقبال هم هنوز می‌بینید. جنبش اصلاح طلبی ایران قدرتمندترین جنبشی است که حکومت مبتنی بر استبداد دینی رو، آزادی کشی رو مورد چالش قرار داده. این روند همچنان در علارغم هر نتیجه‌ای که انتخابات بعدی داشته باشه در ایران گسترش پیدا خواهد کرد و گسترش پیدا کرده، ولی گرایش به خشونت، گرایش به براندازی، گرایش به سلاح امروز اساساً با 15 سال پیش، با 20 سال پیش وقتی قطرهای اعدام‌های 67 اتفاق افتاد، با 10 سال پیش وقتی قطرهای زنجیره‌ای اتفاق افتاد، با 30 سال پیش وقتی انقلاب بهمن اتفاق افتاد مقایسه بکنید، ببینید اون راه حل‌ها به شدت شکست خورده. خب این نتیجه که میشه از صحبت شما گرفت اینه که در واقع هیچ آینده‌ای برای چپ به معنای سنتیش یا به معنایی که تا به حال چپ ایران، چپ به اصطلاح مارکسیستی قلمداد میشد، دیگه آینده‌ای وجود نداره براش. چپ سنتی در اختیار جریانات اصلاح طلبی داخلی بود. نه، اصلاح طلبی هسته اصلیش، موتور محرکش جریان چپ هست. در دنیا هم همین جوره. وقتی انتخابات آمریکا رو شما نگاه میکنید، در اونجا مارکسیسم لنینیسم ما نمیبینیم، ولی گرایش چپ در برابر گرایش راست بسیار بارزه. در ایران هم اون مفهوم که مارکسیسم لنینیسم یگانه پرچم داره ایده های چپ، ایده های ترقی خواهان ایرانی مبتنی بر دموکراسی و سوسیالیسم باشه، این نیست. اون پروژه شکست خورده. جنبش چپ ایران به مراتب نیرومندتر از قبل
با شعار آزادی، با شعار جامعه گرایی سر برآورده. دانشگاه‌های ایران رو در نظر بگیرید، فقط جریان چپ رو نمیگم به معنای سکولار، بلکه چپ اسلامی هم، چپی که در دارای تمایلات لیبرال اسلامی هست، هم به شدت نسبت به 20 سال پیش در ایران تقویت شده و ما امیدواریم که بتونیم با همگرایی این دو نیروی آزادی خواه دموکرات و متمایل به سوسیالیسم تحول عمده رو در جامعهمون به وجود بیاریم و این تحول در حال گسترش هم هست. حالا شما فکر میکنین که امکان بازگشتتون به ایران و شرکت مستقیم در تحولات اصلاح طلبی ایران پیدا خواهد شد در آینده نزدیک؟ در آینده نزدیک بله، قطعاً پیدا خواهد شد. کسانی که معتقد به مبارزه علنی و قانونی باشند، با توجه به تحولاتی که در کشور رخ داده طی 15-20 ساله اخیر بعد از این جنبش اصلاح طلبی، با توجه به تحولی که در دنیا اتفاق افتاده و اون دو قطبی و اون رعبی که در دنیا وجود داشت کاهش یافته، این امید برای بسیاری از فعالین چپ فراهم شده که بتونند به کشورشون رفت آمد داشته باشند، بتونند در کشورشون حضور پیدا بکنند و در اونجا آرمانهاشون رو پی بگیرند. بسیاری از اعضای ما، بسیاری از اعضای سازمان اکثریت، بسیاری از طیف اتحاد جمهوری خواهان ایران الان به ایران رفت آمد دارند، در ایران مطلب می نویسند، در ایران میتونن صحبت بکنند و هر چقدر که ما جلوتر بریم، وفاداری به شیوه مبارزه مسالمت آمیز و علنی و قانونی راههای بیشتری رو برای ما باز خواهد کرد. خیلی متشکرم آقای فرخ نگهدار از شرکتتون در برنامه ببرات. متشکرم.